خب ما امروز اومدیم به منطقه هابیتون و در واقع هابیتون مووی ست. اگر خاطرتون باشه لورد آف دی رینگز، اون قسمت هابیتون ویلیجی که اومدن کوچولوها بودند، این درست هم منطقه یه که اون فیلم ساخته شده. یه چیزی در حدود بلوهاش 4 ساعت رانندگی بود که من یه دونه تور بود که تور رو گرفتم اومدیم و به همراه تور داریم میریم داخل این قسمت بسیار هیجان انگیز. یه تاریخچه ای که داشتی اتوبوس میگفتش که این بود که کارگردان و تهیه کننده 12 تا منطقه مختلف و اقصا نقاط دنیا در نظر گرفته بودن که یه دفعه به این پیشنهادی اومدن از خانواده الکساندر که صاحب این منطقه هست که بیان یه نگاهی بندازین، و اونا اومدن و بسیار عاشق شدن و خیلی خوششون اومد و اینا تمام منطقه رو ساختن با حمایت دولت و آرمی نیوزیلند برای ساخت جاده و خلاصه همه جور امکانات. و سینز اون موقع، یعنی از اون موقع هم به خاطر اینکه این منطقه توریستی بمونه، نگهداریش شروع کردم و این خانواده تیکر میکنه از این مینتنانسش و اینا. خب این منطقه زیبا که میبینید هابیتون مووی ست، این ویلیج فوق العاده زیبا در 4 ساعت تقریبا فکر میکنم 200 کیلومتری یا 250 کیلومتری شهر آکلند خب ما باید تور گاید رو در واقع رعایت بکنیم، برای همین من خیلی سریع فیلم ها رو میگیرم و با تون شیر کنم. Give you guys a little bit of a thumbs up, pat on the back, whatever you want to do, that you made it, you are here. Now, since it seems like about 80% of us have seen The Lord of the Rings or The Hobbit, or at least have some idea that they know where they are right now. So, anybody tell me, above that beautiful hill there, there's a hobbit hole with a tree above it. Who lives at that hobbit hole, guys? Oh, I heard it. Bilbo. Yell it. Bilbo. There we go. Yes, Bilbo Baggins. And now, who did Bilbo give his house to, guys? Frodo. There we go. All right, Frodo Baggins. So the Baggins live there. Why is it called Bag End? Well, that's the name of the house, sorry. And why is it called Bag End? Well, the Baggins live there. It's the end of the hill. Bag End. You see how that kind of works, right? Now, how did Hobbiton get its name? Well, the Hobbits live there. It's the town. Now, where's this lovely group behind you guys is coming to? You guys just walked through there. And that is called Gandalf's Cutting. Now, you see this twice in Lord of the Rings and once in The Hobbit. The first time you see it is when Frodo and Gandalf are coming in on a direct view. And you see that Frodo is very, very small compared to Gandalf. I'll be explaining about that in just a second. خب ما همچنان داریم میریم داخل این دهکده و خونه کوچولوهای مختلف رو داریم نگاه میکنیم. خیلی زیباه، واقعا زیباست، فوق‌العاده است. یکی دیگه از خونه ها، اینا هر کدوم یه تاریخچه ای داره، هر کدوم اینجا یک 60 ثانیه یا 100 ثانیه از اون فیلم لورد آف دی رینگز بودن، به خصوص قسمت اولش. بسیار زیبا، بسیار زیبا. من هم داخلش هم تحرهی داره، از من خوشی باشه.
خب ما همین جوری داریم میریم بالا و بالا و بالا از این دهکده فوق العاده زیبا. همه این ستی که دارید میبینید و مشاهده میکنید همش ساخته شده و این دریاچه‌ای که میبینید، یه داستانی بگم براتون جالبه که یه فیلم مداری میخواستم بکنن ولی انقدر توش قورباغه بوده و انقدر سرصدا بوده که نمیذاشتن. اینا مجبور شدن که کل تا اونجا که میتونن کل اون قورباغه ها رو ببرن یه جای دیگه که بتونن فیلم بگیرن و در نهایت خاطر این که انقدر سخت بوده مجبور شدن به جای اینکه غروب آفتاب رو که میخواستن بگیرن که خیلی نویز بوده، طلوع آفتاب رو در نظر بگیرن به جای غروب آفتاب. و این کار 3 روز طول کشید. خب ما همچنان داریم میریم و میریم و میریم و کشف میکنیم این منطقه فوق العاده زیبا. هوا در آرومتر گرمتر میشه دیگه، از اون باید شبیده صبح خبری نیست. همینجوری که دارید میبینید مردم دیوانه وار دارن عکس منطقه فوق العاده زیبا خونه های دیگه میرسیم، خونه هایی که همش رو ساختن برای مجموعه 3 قسمتی فیلم The Lord of the Rings. دلم نمیاد سکوت فوق العاده زیبای اینجا رو صحبت خودم بشکنم. امیدوارم شما هم از دیدن این کلیپ به اندازه من که دارم لذت میبرم لذت ببرید. دیگه از این دهکده نمیتونم بگم طبیعی، نمیتونم بگم غیر طبیعی، چون همه چیز واقعا طبیعی به نظر میاد. فوق العاده زیباست و هوا فوق العاده عالی.
pop in the drummer. You want to cough into a lee. این طوری که ما باش اومدیم یه آب میبه هم مرکم به اون میده یه آب میبه خیلی جالبه خیلی ست جالبه خوشگلیه و واسه کلی بانه این ست اینجا هم که ماهیگیریه و من نمیتونم استاپ کنم فیلم گرفتن رو، سعی میکنم کوتاه باشه ولی انقدر جاذبه های دیدنی داره که حیفه، واقعا حیفم میاد که با فیلم گرفتن با شما به اشتراک نذارم. ما فکر میکنم تقریبا با آخر جنیمون رسیدیم، تقریبا همه دهکده رو دیدیم و فکر میکنم دیگه وقت خداحافظی کردن با این ویلیج فوق‌العاده زیبا، فوق‌العاده دیدنی. البته من خیلی فن لورد آف درینگز نبودم ولی آنستلی اگه بگم یه ذره جو گرفتم که بشنم حداقل سری اول این فیلم رو ببینم و چیزایی که الان دیدم رو به مقداری برام فکر کنم بیشتر make sense میکنه. چقدر این ویو زیباست، چقدر اون خونه کنار آب با اون چرخ آبیه که تولید برق میکنه زیباست، چقدر این اسمشو نمیدونم نمیدونم هرچی که پر چوبه زیباست، چقدر همه چی، چه ست فوق‌العاده زیبایی. واقعا جالبه برای جذب توریست و برای اینکه بالاخره درآمدزایی بشه برای منطقه چقدر میشه همه چیز خوب ستاپ بشه، خوب در نظر گرفته بشه. بله همونجوری که گفتم ما با آخر جرنیمون رسیدیم، امیدوارم که از این ویدیو مجموعه ویدیوها لذت برده باشین و امیدوارم هر کسی که دوست داره یک روز بیاد و از نزدیک با چشمای خودش این منطقه خیلی زیبا رو تماشا بکنه. امروز یک شنبه دوم اکتبر سال 2016 ما در منطقه هابیتون در فاصله فکر میکنم 200 یا 250 کیلومتری از شهر آکلند در نیوزیلند هستیم.